مرد جوانی در تاریخ 12 مهر 1396 با اداره پلیس تماس میگیره و اعلام میکنه که درگیری شدیدی در محله اونا رخ داده و هرچقدر تلاش کردن نتونستن اونا رو از هم جدا کنن اون میگه که به همین دلیل تصمیم گرفتم که با پلیس تماس بگیرم و ازتون بخوام که کمک مون کنید مامورین بعد از دریافت گزارش سریعا آدرس و نشونی محل مورد نظر رو از اون شخص میگیرن و تیمی متشکل از نیروهای آگاهی راهی محل م... در نظر میشن نیروهای آگاهی وقتی به محل میرسن متوجه میشن که همسایه ها دست خانومی رو گرفتن و دارن جلوی اونو برای حمله به مردی که در مقابلش افتاده میگیرن مردی که اونجا دچار خونیزی خونریزی شده و حال مساعدی نداره خوشبختانه تا قبل از رسیدن معمورین اهالی تونستن جلوی اون زن رو بگیرن و کنترلش کنن این زن جوون همچنان در حال فهاشی و توهین به همسرشه و کتابی نیست متاسفانه این مرد در اثر ضربات چاقو خونریزی خیلی شدیدی داره و حال و احوالش اصلا مساعد نیست نیروهای پلیس احساس میکنن که این فرد اصلا تعادل نداره اینطور به نظر میاد که معتاد باشه و اعتیاد داشته باشه مامورای آگاهی بدون معطلی با اوژانس تماس میگیرن تا سریعا به محل بیاد و به وضعیت این مرد رسیدگی کنه در همین بین سریعا این خانم رو دستگیر میکنن و اون رو به اداره آگاهی منتقل میکنن نیروهای امدادی متوجه میشن که این شخص اصلا وضعیت خوبی نداره و اون رو به بیمارستان منتقل میکنن اون تحت درمان قرار میگیره و کادر درمان در تلاش هستن که اونو نجات بدن اما متاسفانه جراحات این شخص خیلی شدیده و مجبورن خیلی سریع برای درمانش وارد عمل بشن متاسفانه در ابتدا اینطور به نظر میاد که این شخص زنده نخواهد موند و دکترها نجاتش رو محال میدونن ولی با تلاش های مداوم کادر درمان بالاخره این فرد از مرگ نجات پیدا میکنه و زنده میمونه پلیس آگاهی اظهارات افراد حاضر در صحنه رو ثبت میکنه و شخصی که با مامورین تماس گرفته میگه که من یه سوپرمارکت توی این محله دارم این زن و شوهر هم جزو مشتریهای من بودن امروز که این اتفاق افتاد همسر این خانوم به مغازه من اومده بود داشت خرید میکرد که یهو این اتفاق افتاد اون خانوم با چهره برانگیخته و خیلی عصبانی وارد مغازه من شد توی یه چشم هم زدن چاقوی رو از کیفش در آورد و به این مرد حمله ور شد این زن خیلی عصبانی بود ما سعی کردیم جلوش رو بگیریم اما حقیقتا ترسیدیم بهش نزدیک بشیم اونایی هم که بهش نزدیک شدن نتونستن جلوش رو بگیرن این خانوم به شدت ناراحت بود و در حین چاقو زدن به همسرش مدام بهش توهین میکرد و دشنا میداد که چرا این کارا رو با زندگیش کرده؟ وقتی دیدم که از کنترل کردنش عاجزیم با شما تماس گرفتم و ازتون از خواستم که بیای اما خب چند لحظه بعد از تماسم موفق شدم که به سختی اونو از همسرش جدا کنم و به سختی کنترلش کردیم خدا رو شکر که شما خیلی زود رسیدید حقیقتا اگه اون چاقو از دست این زن نمی گرفتیم امکان داشت که به خودمون هم حمله کنه و کار دستمون بده مامورین اظهارات این مرد رو یادداشت میکنن و برای اینکه دلیل کار این خانم رو بفهمن به سراغ میرن متاسفانه این زن اصلا حال روحی مناسبی نداره از زمانی که اونو به اداره منتقل کردن زار زار گریه میکنه و اشک میریزه مامورای آگاهی سعی میکنن که این خانم رو به آرامش دعوت کنن و آروم بشه تا بتونه صحبت کنه اما نتیجه ای نمیده این خانم چند ساعتی رو با گریه و زاری میگذرونه بالاخره هم بعد از گذشت چند ساعت آروم تر میشه و عنوان میکنه که میتونه صحبت کنه بازرس پرونده پرونده رو به روی این خانم قرار میده و ازش میخواد که دلیل این کارش رو برای مامورین توضیح بده این خانم هم میگه که راستش من متوجه شدم که همسرم پسرم رو به قتل رسونده و از بابت همین تصمیم گرفتم که ازش انتقام بگیرم و تلافی کنم مامورین با شنیدن این اظهارات جنجالی شوکه میشن از این خانوم میخوان که واضحتر ماجرا رو توضیح بده و بگه که دقیقا چه اتفاقی افتاده این زن اینطور صحبت میکنه و میگه که من و همسرم زندگی خوبی داشتیم ما دو تا غریبه بودیم اما چون توی یه محله با هم بزرگ شده بودیم همدیگر رو میشناختیم مادر اون من رو از مامانم خواستگاری کرد پسر خوبی بود و همه مردم محله قبولش داشتن منم بهش جواب مثبت دادم و باهاش ازدواج کردم همسرم اصلا اهل دود و دم نبود و صبح تا از سر کار میرفت زندگی آروم و قشنگی داشتیم من از انتخابم راضی بودم اما بعد از یه مدت اتفاقاتی برامون افتاد راستش رو بخواین شوهر من یکی از کسبه های بازار بود که مغازه داشت خدا رو مشتریهاش رو به راه بودن و درآمد خوبی داشتیم و میتونستیم باهاش زندگیمون رو بچرخونیم اما یهو همه چی خراب شد همیشه برای آوردن جنس به خارج کشور میرفت و تمام اقلام مغازش وارداتی بودند اما متاسفانه در طی یکی از همین جنس آوردناش ضربه بدی خورد و ما ورشکست شدیم متاسفانه اونطوری که برنامه‌ریزی کرده بودیم پیش نرفت اجناسی که برای فروش آورد به فروش نرفتن همه چیز راکت بود اوضاع خوبی نداشتیم خیلی بابت بدهی ها و چکهایی که داشت نگران بود و میترسید که نکنه مجبور شه به زندان بره از هر کسی هم که قرض میخواستیم یا بهونه می یا واقعا نداشت که کمکمون کنه شوهرم خواب و خوراک نداشت واقعا نگرانش بودم بعد از کلی این در اون در زدن فهمیدیم که راهی جز فروش مغازه نداریم در نهایت به اجبار مغازه رو به یه املاکی سپردیم که اونو برامون بفروشه بعد از کلی انتظار و اومدن مشتری های مختلف بالاخره موفق شدیم که بفروشیمش و تونستیم بدهی رو تصفیه کنیم خیلی از بابت این موضوع خوشحال بودیم حالا میتونستیم یه نفس راحت بکشیم و با خیال راحت بخوابیم اما خب دیگه دارایی نداشتیم شوهرم مجبور شد بره تو مغازه بقیه فروشنده بشه و درآمدش خیلی کم شد اعتماد به نفسش خیلی پایین اومده بود و اوضاع زندگیمون هم دیگه مثل قبل نبود من خیلی تحت فشار بودم اما بازم باهاش کنار می اومدم و ادامه میدادم از یه جایی به بعد احساس کردم که داره اتفاقاتی میافته. مثلا اگه شوهرم تا ساعت نه شب سر کار بود من دیدم که بعضی شبا یازده برمیگرده وقتی ازش دلیلش رو میخواستم بهم میگفت که انبار گردونی داشتن یا بار براشون اومده و مجبور شده که بمونه اما وقتی برمیگشت احساس میکردم که دیگه مثل قبل نیست خیلی نگران این وضعیت بودم خیلی یهویی یه شب تصمیم گرفتم که تعقیبش کنم اون روز به هم گفته بود که قرار دیر برگرده منم رفتم و دم در مغازه‌ای که درش کار میکرد ایستادم بعد تعطیلی و خداحافظی حوالی ساعت نه شب بود که یه ماشین اومد دنبالش من دیدم سوارش شد و رفت همون لحظه باش تماس گرفتم وقتی ازش پرسیدم که کجاست دیدم که داره به هم دروغ میگه اولش قطع کردم و چیزی نگفتم اما بعدش عصبانی شدم و دوباره بهش زنگ زدم اینقدر عصبانی بودم که هرچی از دهنم در اومد رو بهش گفتم اصلا صبر نکردم که ببینم اون چی میگه در جوابم گفت که زود قضاوتش کردم و اون همراه یکی از دوستاش رفته که یه دوری بزنه و فکر کرده که اگه به من بگه ناراحت میشم اون روز از خودم ناراحت شدم و از شوهرم معذرت خواهی کردم به خونه برگشتم اون هم بعد از من به خونه برگشت دیگه بهش شک نداشتم و توی کاراش دخالت نمی کردم اما احساس میکردم که شوهرم هر روز داره لاغرتر میشه. نگرانش بودم و چند باری راجع بهش باهاش صحبت کرده بودم اونم بهم هم میگفت به خاطر اینه که مدام سرپاس و اصلا استراحتی نداره اما من باور نمیکردم یه شب که رفته بودیم خونه ی اینا، مادرم بهم هم گفت که احساس میکنه که شوهرم درگیر مصرف مواد مخدر شده به همین خاطر که بدنش داره ضعیف میشه با شنیدن حرفاش به فکر فرو رفتم هیچ وقت فکر نمیکردم که شوهر من سمت همچین چیزایی بره با این حرف مادرم شک به جونم افتاد مادرم رازدار من بود و ازم خواست که هر جور که شده از زیر زبون شوهرم بکشم که چه اتفاقی افتاده منم قبول کردم و قرار شد هر چی که شد بهش بگم از وقتی به خونه برگشتم تا چند روز پاپیچ شدم ازش خواستم که بهم به راستش رو بگه سعی می کرد گولم بزنه و بگه اشتباه فکر می کنم اما در نهایت مچش رو گرفتم یه روز که داشتم جیب لباسش رو خالی می کردم که بشورمش یه بسته خیلی کوچیک توی جیبش پیدا کردم که حد زدم مواد باشه و سر پیدا کردن اون دعوای بزرگی رو انداختم اینطوری دیگه نمیتونست از دستم فرار کنه به هم گفت که مدت نسبتا زیادیه که درگیر مصرف مواد شده و نمیتونه ترکش کنه میگفت بارها تصمیم گرفته که کنار بذاره اما بازم نتونسته ترک کنه و این شده که همچنان در حال مصرف این مواد کوفتیه ازش خواستم که هر طور که شده ترک کنه و اون قول داد که بازم تلاشش رو بکنه خیلی سریع با مادرم تماس گرفتم و بهش گفتم که درست فکر کرده حالا به هم قول داده که ترک کنه اما مادرم گفت اگه به حال خودش رهاش کنم نمیتونه ترک کنه و باید یه حرکتی بزن وقتی ازش پرسیدم چه کاری گفت بهتره که دیگه جلوگیری نکنم و اجازه بدم که باردار بشم معتقد بود که اینطوری شوهرم پاگیر زن و بچهش میشه و به خاطر اون طفل معصوم هم که شده کنار میذاره از زمانی که ازدواج کرده بودم قرص مصرف میکردم نمیذاشتم باردار بشم دلم میخواست وقتی بچه دار بشیم که وضعیت خیلی خوبی داشته باشیم اون بچه در رفاه کامل زندگی خودش رو شروع کنه اما انگار لازم بود که همین الان این نقشه رو عملی کنم تا بتونم زندگیم رو در حال حاضر نجات بدم معمولا هفته ای چند بار با شوهرم نزدیکی داشتم و از اون لحظه به بعد دیگه جلوگیری نکردم شوهرم فکر میکرد که همچنان قرص میخورم و از ماجرا خبر نداشت مدتی که از این قضایی گذشت آزمایش دادم و متوجه شدم که باردارم خیلی خوشحال بودم با کلی ذوق با شوهرم تماس گرفتم اونم خوشحال شد و یه جشن کوچیک گرفتیم فکر میکردم که با این اتفاق همه چی درست میشه و شوهرم ترک میکنه اما هیچ چیزی طبق انتظاراتم پیش نرفت شوهرم نمیتونست ترک کنه هر چقدر اصرار میکردم فایده ای نداشت در نهایت من هم بیخیال شدم و دیگه اهمیتی بهش ندادم بعد از گذشته چند ماه بچمون به دنیا اومد ما سه نفره شدیم خیلی خوشحال بودم با تمام وجود برای بچم مادری میکردم شوهرم هم همچنان فروشنده همون مغازه بود و با حقوقی که میگرفت زندگیمون رو میچرخوندیم چند سالی از این ماجرا میگذشت که خواهر کوچیکترم بچه دار شد تازه زایمان کرده بود و چون مادرم دیگه پیر شده بود کسی رو نداشت که کنارش باشه من به عنوان خواهر بزرگترش در قبال اون مسئول بودم این شد که تصمیم گرفتم برم پیشش و چند روز بمونم می دونستم که شوهرم شیشه مصرف میکنه و گاهی توهم میزنه اما نمیتونستم پسرم رو با خودم ببرم مجبور شدم اونو با پدرش توی خونه تنها بذارم کاش اون روز همراه خودم میبردمش و نمیذاشتم کنار این مرد بمونه به خونه خواهرم رفتم و چند روزی ازش مراقبت کردم وقتی مطمئن شدم که حالش بهتر شده و راحتتر میتونه کارهای خودش رو انجام بده به خونه برگشتم شوهرم توی خونه بود اما خبری از پسرم نبود شوهرم خیلی توی خودش بود حس می کردم که حتما اتفاقی افتاده اما اون چیزی نمی گفت هرچی باش حرف میزدم ساکت بود خیلی نگران پسرم شدم وقتی سراغش رو از شوهرم گرفتم بهم گفت که آخرین بار که از خونه بیرون رفته گفته میره با بچه ها بازی کنه و منم صداش نزدم دلشوره عجیبی داشتم منتظر موندم پسرم برگرده اما هوا داشت تاریک میشد خبری ازش نبود به همین دلیل از خونه بیرون زدم و در به در دنبالش میگشتم اما اثری از پسرم نبود خیلی نگران شدم گزارش گم شدنش رو به داری آگاهی دادم عکس و اطلاعات بچم رو هم در اختیار مامورین قرار داده بودم و هر لحظه انتظار میکشیدم که یه خبری ازش بشه اما هیچ اتفاقی نیفتاد انگار که بچم غیبش زده بود پرونده بچه من همچنان در جریانه اما اطلاعاتی از اون به دست من نیومده چیزی که باعث شد من متوجه بشم که چه اتفاقی افتاده حرفای همسایه سابقم بود یه روز که توی خونه بودم به سراغم اومد و گفت که هر هر چقدر خواسته جلوی خودش رو بگیره نتونسته و در نهایت مجبور شده بیاد و همه چی رو به هم بگه به هم گفت که قبل از اینکه از این ساختمون ما بره متوجه چیز عجیبی شده میگفت فیلم اون زمانی که من پیش خواهرم بودم و شوهر و بچم رو توی خونه تنها گذاشته بودم رو دیده و متوجه شده که در یه زمان خاص همسرم چند تا کیسه رو سراسیمه از پله ها پایین میبره و از واحد خارج میشه اون به هم گفت که به چشم خودش دیده که خون روی پله ها میچکیده اولش فکر کرده که شاید شوهرم مرغی چیزی سر بریده اما گفت که وقتی که متوجه شدم پسرتون گم شده حد زدم که شاید شوهرت بلایی سرش آورده اون زن به هم گفت که خیلی دو دل بوده ولی در نهایت تصمیم گرفته که همه چی رو به هم بگه وقتی حرفاش رو شنیدم مطمئن شدم که کار کار شوهرمه اون آدم درگیر مصرف شیشه بود همیشه بعد از مصرفش متوهم میشد یه جوری توهم میزد که اصلا اطرافیانش رو نمیشناخت نمیدونست که کی در مقابلش قرار داره مطمئنم که این آدم قاتل پسرمه و وقتی اون زن همه چی رو به هم گفت تصمیم گرفتم که نذارم جنایتش بی جواب بمونه برای همین بدون هیچ فکری به سمتش رفتم و با چاقو بهش حمله کردم مامورین اظهارات این خانم رو به صورت کامل یادداشت میکنن و در وحله اول به سراغ همون خانم همسایه میرن ازش دعوت میکنن که به اداره بیاد و از مشاهده های خودش صحبت کنه این خانم به اداره میاد و تمام گفته های اون زن رو تایید میکنه این خانم میگه که تمامی این صحنه ها رو مشاهده کرده و دیده که چی شده با شنیدن این قضایا از زبون این خانوم مامورین به سراغ شوهر این خانوم میرن این مرد توی بیمارستان بوده و در حالی که حال عمومیش بهتر شده همچنان بستری بوده مامورای آگاهی ازش میخوان که راجع به این قضیه حرف بزنه اما اون لام تا کام حرف نمیزنه و همین باعث میشه که مورین اونو به اداری آگاهی منتقل کنن این شخص در اداره آگاهی همه چی رو انکار میکنه و میگه که من به هیچ عنوان از اینکه چه اتفاقی برای بچه‌م افتاده خبر ندارم و نمیدونم که کجاست اون بچه جگرگوشه منم هست و مثل مادرش نگرانش هستم اگه قرار بود بلایی سرش بیارم اول خودم رو میکشتم چون غیر ممکنه که بخوام چنین کاری رو با بچه و جگرگوشه خودم انجام بدم مامورا یاگاهی پرونده رو در اختیار تیمی که پرونده گم شدن این پسر رو در اختیار داشته قرار میدن و قرار میشه که تحقیقات اینطور ادامه پیدا بکنه تحقیقات و بررسی های انجام میشه که نشون میده به احتمال زیاد این شخص در این مسئله نقش داشته اما این مرد همچنان سکوت کرده و حاضر هم نیست که سکوتش رو بشکنه حدود 45 روز از این قضایی میگذره و هنوز خبری نیست در نهایت بعد از گذشت این همه مدت این مرد تحت فشار قرار میگیره و تصمیم میگیره که به همه چیز اعتراف کنه این مرد در حالی که داره گریه میکنه شروع به حرف زدن میکنه و میگه که راستش من اصلا آدمی نبودم که بخواد سمت مواد و این چیزا بره اما زندگی از یه جایی به بعد با من ناسازگار شد بعد از اینکه نتونستم و بدم مجبور شدم مغازم رو بفروشم و با فروش اون مغازم که تمام داراییم بود به خاک سیاه نشستم برای کسی که خودش یکی از کسبه های بازار بود افت داشت که بخواد فروشنده یک کسی بشه و برای کس دیگه ای کار کنه اما مجبور بودم با این اتفاق غرورم خورد شد دیگه اصلا حال و احوال درست حسابی نداشتم صبح تا شب برای چندر غاز پول با مردم چک و چونه می زدم و در نهایت حقوقم کفاف زندگیم رو نمیداد. مغازه‌ای که درش کار می کردم یه مشتری ثابت داشت که خیلی با من رفیق شده بود. هر بار که می اومد خرید کنه با من حرف می زد و با هم مشغول می شدیم. وضعش خیلی خوب بود چند باری هم دستی ازش پول قرض گرفته بودم به مرور خیلی به هم نزدیک شدیم و من براش تعریف کردم که چی کاره بودم و الان از وضعیتم راضی نیستم میدونست که خیلی فکر و خیال میکنم این شد که یه بار به هم پیشنهاد داد مواد مخدر مصرف کنم اول پسش زدم اما به هم گفت با استفاده از این همه ی مشکلاتم رو یادم میره و حالم خوب میشه منم از روی اینکه که رفیقم و نباید دستش رو پس بزنم قبول کردم و بدبختر شدم هیچ فکر نمی کردم با تفریحی کشیدن متاد بشم ولی این اتفاق افتاد رفیقم همیشه برام جور میکرد و بعضی وقتا میومد دنبالم و به خونش میرفتم تا با هم مواد بکشیم اون موقع ها به زنم دروغ میگفتم میپیچوندمش عذاب وجدان شدیدی داشتم و چند بار سعی کردم ترک کنم اما این لامصب ولکن نبود و نمیتونستم کنارش بذارم با به دنیا اومدن بچم فکر و خیال هم بیشتر شد اصلا نمیدونستم که زنم دیگه جلوگیری نمیکنه وگرنه هیچ وقت نمیذاشتم اون طفل محصوم به وجود بیاد همسرم خیلی از از اینکه من معتاد بودم بدش اومد و معمولا سر ترک مواد با هم دعوا کردیم برای اینکه دست از سرم برداره دور از چشمش میکشیدم و نمیذاشتم منو در اون حالت ببینه تا اینکه اون روز اون اتفاقات شوم افتاد خواهر زنم تازه فارغ شده بود و زنم گفت باید بره پیشش تا بهش کمک کنه انتظار داشتم که پسرمون رو با خودش ببره اما اون این کار رو نکرد و به جاش اون رو به من سپرد برای چند روزمون هم غذا آماده کرد و توی یخچال گذاشت روز دومی بود که هم همسرم توی خونه نبود و رفیقم با هم تماس گرفت و بهم گفت که مواد نابی گیر آورده و ازم خواست برم پیشش تا با هم خوش بگذرونیم چشم همسرم رو دور دیدم و تصمیم گرفتم از این فرصت استفاده کنم میدونستم که رفیقم همیشه موادهای خوبی میاره و اگه نکشم بعدا حسرتش رو میخورم فرصت رو قنیمت شمردم و خیلی سریع ازم رفتن کردم پسرم اون موقع خواب بود و میدونستم که دیر بیدار میشه طبیعت آرومی داشت و وقتی بیدار میشد با عروسکا و اسباب بازیش بازی میکرد در خونه رو قفل کردم و خیلی سری راهی خونه دوستم شدم کلی ذوق داشتم این لعنتی هیچ وقت برام تکراری نمیشد و هر چی میکشیدم بیشتر حریستر می شدم و بیشتر دلم میخواست سمت اون کوفتی برم وقتی به خونه رفیقم رسیدم دیدم که بسات رو آماده کرده و منتظر منه خیلی خوشحال شدم و با همدیگه مشغول شدیم شب خیلی خوبی بود و من خیلی در مصرف مواد زیاده روی کردم خیلی بهم به حال میداد و هر لحظه دلم بیشتر میخواست اونقدر کشیدم که اصلا حالم خوب نبود و تعادلی روی خودم نداشتم رفیقم متوجه شد که نمیشه تنهایی برگردم و منو در خونه خودم رسوند وقتی وارد خونه شدم پسرم در حالی که با اسباب بازیاش بازی می کرد اونجا توی خونه بود و اصلا متوجه این قضیه نشدم باور کنید من نمیدونستم دارم چی کار می کنم مصرف مواد من رو متوهم کرده بود و وقتی به سمت پسرم رفتم احساس کردم که اون یه گربه است که وارد خونه شده و داره خونه رو به هم می ریزه از عصبانیت گرفتمش و اون رو بالای سرم بردم و بعدش به زمین کوبیدم بارها این کار رو تکرار کردم فکر می کردم که دارم اون گربه مزاحم رو می در همین حین اون مدام گریه میکرد و صدای گریه هاش خیلی آزارم میداد برای همین هم تصمیم به کار وحشتناکی گرفتم اونو همراه خودم به همون بردم و با تصور اینکه دارم یه قربه رو میکشم با یه چاقو خلاصش کردم بعد از اینکه این, این کار رو کردم در همون وضعیت توی همون رهاش کردم و چون سردرد داشتم توی همون پذیرایی خوابیدم همسرم خونه نبود و قرار هم نبود که فعلا برگرده چند ساعت بعد از خواب بیدار شدم شدیدا سرگیجه داشتم و همه چیز رو از خاطر برده بودم که کم کم یادم اومد چی کار کردم و نگران شدم خبری از پسرم نبود خیلی سری خودم رو به هموم رسوندم با دیدن اون صحنه وحشتناک و جسد پسرم شوکه شدم ترسیدم نابود شده بودم و انقدر گریه کردم که از حال رفتم در نهایت تصمیم گرفتم برای اینکه گیر نیفتم جسدش رو از خونه خارج کنم و پنهونش کنم جسد اونو توی چند تا کیسه گذاشتم و به خارج از خونه منتقلش کردم من اصلا قصد کشتنش رو نداشتم و همه چیز به خاطر عوارض مصرف شیشه بود در نهایت پسرم رو توی یکی از قبرستونهای سمت شهرستان های اسلام شهر با احترام دفنش کردم و برگشتم چند باری خواستم بیام و همه چی رو اعتراف کنم اما عذاب وجدان داشتم و میترسیدم پلیس آگاهی اسارات این فرد رو یادداشت میکنه و اون رو به محلی که گفته منتقل میکنه و اونجا در جستجو بودن و با کمک نیروهای آتشنشانی جنازه رو بالاخره موفق میشن از زیر خاک بیرون بکشن و به پزشکی قانونی منتقل میکنن در گزارشات پزشکی قانونی عنوان میشه که متاسفانه استخون های این پسر کاملا خورد شده و شکسته در ثانی به احتمال قوی زمانی که سر اون بریده شده دیگه جونی نداشته و مادر مختول بعد از دیدن بچهش در اون وضعیت بعد حال میشه و اونو سریعا به بیمارستان منتقل میکنن مامورای آگاهی بعد از اینکه این فرد صحنه جرم رو بازسازی میکنه اون رو به بازداشتگاه منتقل میکنن پرونده تکمیل میشه درش پزشکی قانونی هم درش قرار گرفته میشه و اون رو به دادگاه منتقل می کنن. جلسه ی رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود در پرونده رو بررسی میکنه مادر این پسر و خانواده پدری و مادریش درخواست اشد مجازات رو داشتن در نهایت هم قاضی پرونده بعد از اینکه اظهارات این فرد رو میشنوه و با توجه اینکه پدر این پسر بوده و در شرایطی مرتکب این جنایت شده که اصلا تعادلی نداشته و مصرف مواد رو داشته برای همین هم اون رو به 11 سال حبس و پرداخت دی محکوم میکنه این در حالی بوده که مادر این پسر خیلی تلاش میکنه تا اجازه نده که این حکم اجرا بشه و درخواست قصاص داشته اما نمیتونه موفق بشه و همین حکم باقی میمونه عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای مردیه که به دنبال تجاوزی که میکنه منجر به این میشه که زنش در نهایت فلج بشه رو تماشا بفرمایید